سرخط خبرها. ادامه وضعیت امنیتی در شهرهای ایران. رئیس سازمان زندانها میگوید خانواده‌های بازداشتی‌ها به مراجع قضایی مراجعه کنند. محدودیت خبری در داخل، تهدید خانواده روزنامه‌نگاران خارج از کشور. با گذشت 10 روز از آغاز اعتراض‌ها در ایران، فضای اطلاع‌رسانی ناامن است. تلاش‌ها برای از سرگیری گفتگوهای صلح افغانستان. نمایندگان آمریکا و طالبان در قطر دیدار کردند. و ادامه دعوا بر سر بازشماری آرای انتخابات افغانستان. کمیسیون انتخابات برای مقابله با اعتراض‌ها از دولت کمک خواست. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. در ایران جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید اعتراض‌های اخیر توطئه بزرگی بود ولی 48 ساعته مهار شد. هنوز آمار دقیقی از شمار کشته شدگان در دست نیست. رئیس سازمان زندان‌ها گفته خانواده‌ها برای اطلاع از وضعیت بازداشت شده‌ها باید به مراجع قضایی مراجعه کنند. اینترنت خانگی در ایران وصل شده ولی اینترنت موبایل همچنان قطع است. فرین آسمی می‌گزارش می‌دهد. تصاویری از حضور گسترده نیروهای امنیتی در اصفهان در روزهای گذشته. این تصویر امروز به دست بی بی سی فارسی رسیده. نیروهای انتظامی و لباس شخصی معترضان را عقب می‌رانند. معترضان اما همچنان شعار می‌دهند. سرنوشت بازداشت شدگان اعتراضهای اخیر در ایران همچنان نامعلوم است. علی اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها گفته خانواده ها برای اطلاع گرفتن از وضعیت بازداشت شدگان باید به مراجع قضایی مراجعه کنند. او گفته درباره افراد آزاد شده در روزهای آینده اطلاع رسانی خواهد شد. هیچ آمار دقیقی درباره تعداد بازداشت شده ها در دست نیست. علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه اعتراض‌های چند روز گذشته در ایران را توطئه بزرگ خوانده و گفته در 48 ساعت جمع شده و دنیا نمیتواند تصور کند که چطور در این مدت کوتاه جمع شد. جواد جاویدنیا سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستان کل هم کشورهای عربی را در اعتراض‌های اخیر مقصر دانست و گفت سه پایگاه آلبانی، عربستان و سلطنت طلبان نقش مستقیم در هدایت اعتراض‌ها داشتند. اگر از قبل فضای مجازی ساماندهی شده بود، نیاز به محدودیت اینترنت نبود و اگر شبکه ملی اطلاعات برقرار شده بود، با قطع اینترنت جهانی این همه مشکل برای بخش خصوصی و مردم ایجاد نشده بود. استاندار کرمانشاه هم معترضان را وابسته به گروه‌های پژاک، داعش و مجاهدین خلق دانسته و گفته همه آنها شناسایی شدند. از زمان آغاز اعتراض‌ها در ایران، مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی معترضان را اغتشاشگر و عامل ناامنی، اجیر شده، شرور، دشمن خارجی و تحت سلطه آمریکا و اسرائیل خواندند. همزمان احمد مازنی عضو فراکسیون امید مجلس و نماینده تهران از طرح استیضاح وزیر کشور خبر داده و گفته عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور رئیس شورای امنیت کشور است و به جای پیشبینی و پیشگیری احتمالی تازه بعد از وقوع حوادث وارد میدان شده که نتیجه آن خونریزی و بازداشت تعداد زیادی از معترضان و زندانی شدن و مجروح شدن آنهاست. فراکسیون امید مجلس ایران هم نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای نوشته و اعلام کرده که باید در برخورد با اعتراض‌ها تدبیر بیشتری صورت می‌گرفت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران هم با انتقاد از دولت حسن روحانی به سرکوب مردم در اعتراض‌های اخیر واکنش نشان داده است. هرچی حرف می‌زنه خفش می‌کنید. تو دهنش می‌زنید، سرکوب می‌کنید، اون دستگیر می‌کنه، اون توهین می‌کنه. چرا؟ مملکت مال همه است، مگه شما مالک مملکتید؟ آقای رئیس جمهور، آقای سران قوا، همه مسئولین کشور. شما مگه مالک مملکتید؟ مملکت مال ملته. تعدادی از نمایندگان مجلس هم از نامه رئیس قوه قضاییه به حسن روحانی خبر داده و گفتند که ابراهیم رئیسی در این نامه گفته بود با اجرای طرح افزایش قیمت بنزین بدون رضایت مردم مخالف است. آقای رئیسی که یکی از 3 تصمیم‌گیرنده در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران 3 قوه درباره افزایش قیمت بنزین بود، پیش از این هم از نحوه اجرای این طرح انتقاد کرده و گفته بود افزایش قیمت بنزین باید به تدریج و طی 5 سال انجام می‌گرفت. از زمان آغاز اعتراض‌ها اینترنت در ایران قطع شده.
با اینکه از دیروز اینترنت خانگی در شهرهای مختلف وصل شد، اینترنت اپراتورهای موبایل در ایران همچنان قطع است. فرین عاصمی، بی بی سی. محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات ایران، به مجلس گفته که نقشی در قطع و وصل اینترنت نداشته. آقای آذری جهرومی میگوید وصل مجدد اینترنت منوس به دستور وزیر کشور است. با اینکه اینترنت‌های خانگی در ایران وصل شده، هنوز اینترنت موبایل‌ها قطع است. برای صحبت بیشتر در این باره همکارم پرهام قبادی اینجا با ماست. پرهام، بعد از اینکه اینترنت کم و بیش وصل شد، چیزی که خیلی از کاربران می‌شنیدیم اینه که چقدر مشکل براشون ایجاد کرده بود این قطعی اینترنت. چقدر سابقه داره که دولت‌های غیر دموکراتیک استفاده کنن از این روش برای اینکه بتونن اطلاعات رو کنترل کنن؟ ببین، آقای آذری جهرومی وزیر ارتباطات ایران میگه که برای آرامش و امنیت مردم این کار کرده. بقیه مقامات ایران هم همین رو میگن برای امنیت این کار کردن، در صورتی که شما این روش رو در کشورهای دموکراتیک نمی‌بینید. مثلا در اروپا که حمله ها اتفاق افتاد، چه در فرانسه، چه در آلمان، چه در بریتانیا چندین حمله اتفاق افتاد، شما هیچ وقت نمی‌بینید که دسترسی اینترنت رو، دسترسی مردم به اینترنت رو قطع یا حتی محدود بکنه. این فقط مختص کشورهاییه که یا دموکراتیک نیستن یا دموکراسی در اونها کمتره. مثلا شما در نظر بگیرید در کشمیر دو ماه، بیش از دو ماه به خاطر اعتراضات 7 میلیون نفر دسترسی به اینترنت نداشتن در این مدت. در ونزوئلا دقایقی پیش از اینکه این اتفاق در ایران بیفته، کمتر از یک ساعت قبلش در ونزوئلا، وقتی خوان گوایدو رهبر مخالفان می‌خواست صحبت بکنه، دسترسی به وبسایت‌هایی رو که قرار بود پخش بکنن زنده این سخنرانی رو قطع کردن. البته باز هم به این گستردگی ایران نبود، اما سابقه طولانی‌تر داره. مثلا در ترکیه در 2016 وقتی که حملات در آنکارا اتفاق افتاد، دسترسی به بعضی از شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر و اینا رو قطع کردن. یا در مصر در بهار عربی وقتی که حسنی مبارک سر کار بود هنوز، به مدت 5 روز وقتی اعتراضات داشت اتفاق می‌افتاد، نه تنها دسترسی به اینترنت بلکه بعد دسترسی به تلفن و حتی اس ام اس رو هم قطع کردن. اما مؤخرترین موردی که ما داریم در واقع در عراق، در همین چند هفته پیش، در ماه پیش و در ماه قبلش، زمانی که اعتراض‌ها صورت گرفت در بغداد و در چند شهر جنوبی، دسترسی به اینترنت رو قطع کردن و تا 50 روز دسترسی به شبکه‌های اجتماعی قطع بودش. من با الب تاکر مدیر نتفلیکس صحبت کردم، در واقع نهادی که اینترنت رو بر دسترسی مردم به اینترنت رو بررسی میکنه، و یه مقایسه کرده بین ایران و عراق که میتونیم ببینیمش. ما اخیراً شاهد همچین اتفاقی در عراق هم بودیم. طی این ماه و ماه پیش چندین بار به مدت چند روز قطع اینترنت داشتند. قطع اینترنت در زمان تظاهرات سراسری در عراق اتفاق افتاد. از بغداد شروع شد و بعد به بیشتر شهرهای جنوب عراق کشید. این یعنی عموم مردم به اینترنت وصل نبودند و چندین روز تماس باهاشون ممکن نبود. در عراق قطع دسترسی به شبکه‌های اجتماعی هم وجود داشت که 50 روز طول کشید و در واقع دسترسی به شبکه‌های اجتماعی به تازگی برگشته همین چند روز پیش. شما یه شباهت های اینجا میبینید، اما ارتباط تکنیکی مستقیم بین ایران و عراق وجود نداره. با این وجود همزمانی این اتفاقا خیلی جالبه. صحبت های اتاکر بود، مدیر نتفلیکس. اما دست کم در مورد ایران، پرهام، چیزی که در این چند سال دیده شده اینه که حتی وقتی که اینترنت هم وصله، حاکمیت از راه های دیگه استفاده میکنه برای اینکه گردش اطلاعات رو محدود کنه یا کنترل اطلاعات رو به دست بگیره. دقیقاً. ببینید، این سرکوب دیجیتال یا سرکوب سایبری در به سه شکل مختلف در واقع اتفاق میفته. یک شکلش سانسور کردنه که بخشش میشه همین فیلتر کردن، ولی سانسور کردن بسیار گسترده تر از این حرف هاست. مثلا در چین که یکی از پیشروهاست در سانسور کردن، گوگل در اونجا بلاکه و دسترسی به گوگل وجود نداره و اونا یه ورژن دیگه ای از گوگل رو دارن. شما حتی کلماتی رو که تایپ میکنید ممکنه اتوماتیک اینا حذف بشن در جستجوی کلمات. مثلا در چند سال پیش که رئیس جمهوری چین میخواست مادام العمر رئیس جمهور بشه و این رو به رأی مردم گذاشت، جستجو کردن کلماتی مثل ریاست جمهوری دو دوره‌ای یا حتی یه شخصیت کارتونی وینیده پو که شبیه این رئیس جمهوریه، شما حتی دنبال اون کلمه نمیتونستیم بگردین. یک سطح دیگه ای از در واقع سرکوب دیجیتال، قطع کردن اینترنت یا حرکت به سمت این چیزی که در ایران بهش میگن اینترنت ملی، در روسیه یک اسم مشابهی بهش میدن، به انگلیسی میگن sovereign internet، اینترنت مستقل در واقع. این در کشورهای اینجوری سابقه داره. همین چند ماه پیش بود که پوتین همینو در رأس کار، در دستور کارش داره که به این سمت بره و اعتراضات گسترده‌ای در مسکو برگزار شد به خاطر همین، در مبارزه با همین.
قسمت آخرش در واقع ارتش سایبریه، به خدمت گرفتن ارتش سایبری که کارهای مختلفی با این ارتش سایبری میکنن، از جمله حمله کردن به مخالفان، روزنامه نگارها، فعالین حقوق بشر و محتوای نادرست تولید کردن یا تولید پروپاگاندا برای خودشون و حتی هک کردن مخالفان از این طریق. خیلی ممنونم از همکارم پرهام قبادی. و خبرنگار ما علی همدانی هم از مرکز لندن ما ماست، جایی که ایرانی های مقیم لندن جمع شدن در حمایت از معترضان ایرانی. علی اونجا چه خبر؟ ایرانی ها سراسر بریتانیا در واقع جمع شدن، صحبت می کردم من با چند نفر از کسانی که اینجا هستن، از جاهای مختلف اومدن و عمدتاً پرچم شیر و خورشید ایران رو به دست گرفتن، پرچمی که پیش از انقلاب اسلامی در واقع رایج بود. شعارهای علیه رژیم جمهوری اسلامی میگن، از جمله شعار مرگ بر خامنه ای از عمده ترین شعارها هستش. تصاویر کشته شدگان تا اون اندازه که بیرون اومده، به هر حال دو روز بیش نیست که اینترنت تا اندازه‌ای وضع شده رو دست گرفتن و صحبت میکنن. شعارها به دو زبان فارسی و انگلیسی هستش که توجه مردم بریتانیایی ها رو هم جلب بکنن. اینجا مقابل سفارت لندن، بعد سفارت ایران در لندن، بعد به شما بگم که در واقع در یکی از مرکزی ترین نقاط لندن هستش، جایی که خصوصا آخر هفته ها مملو است از توریست ها. این تظاهرات البته از هفته گذشته، از آخر هفته گذشته اینجا آغاز شد، در طول هفته هم کم و بیش ادامه داشته. سفیر ایران در لندن واکنش نشون داد در توییتی و تجمع کنندگان رو ورشکستگان سیاسی خوندش. همینطور باید بهتون میگم که سفارت ایران در لندن هفته گذشته از نحوه پوشش رسانه‌های مقیم بریتانیا، رسانه‌های فارسی زبان مقیم بریتانیا از جمله بی بی سی شکایت کرده، ولی به نظر میرسه که به هر حال ایرانی‌هایی که اینجا تجمع کردن پیامشون واحد هست، پیامی که دارن پیام همبستگی هست با معترضان در ایران که حکومت ایران اونها رو اغتشاشگر میخونه. تو که با معترضان صحبت کردی، پیامشون چقدر امیدوارن که صداشون به کسایی که میخوان برسه و تاثیرگذار باشه این تجمعی که الان برگزار کردن، هم امروز هم روزهای دیگه؟ ببین، یکی از عمده ترین نگرانی تجمع کنندگان در واقع واکنش رسانه های بین المللی غیر فارسی زبان هستش که به هر حال میدونیم که در طول هفته گذشته کمتر به آنچه که در ایران اتفاق افتاد پرداخته شد. باید البته این رو بگم که در طول هفته گذشته ما تجمع این سو آن سوی جهان کم نداشتیم. اعتراضات هنگ کنگ به ویژه در مرکز خبرهای بین المللی بود. قطع اینترنت در ایران باعث شد که خبری به اون صورت بیرون نیاد یا بسیار جریان خبررسانی رو کند بکنه، که خودش تاثیر گذاشت بر نحوه پوشش رسانه‌های بین‌المللی در سراسر جهان از آنچه که در ایران اتفاق می‌افته. یکی از اهداف تجمع کنندگان امروز اینجا در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن این هستش که تجمع در واقع توجه رسانه‌های بین‌المللی رو هم جمع بکنن. گفتم شعارهایی به زبان انگلیسی هم میدن. این رو هم بهت بگم باران، که فقط ایرانی‌های مقیم بریتانیا و لندن نیستن که این تجمع رو دارن برگزار می‌کنن، از استکهلم، هلسینکی، بن، کلن، پاریس، آمستردام هم گزارش‌های مشابهی داشتیم. صفحات اجتماعی متعددی، شبکه‌های اجتماعی گزارش کردن که ایرانی‌ها دست کم در اروپا اعتراض کردن در چندین شهر و آنچه که در ایران در طول 9 روز گذشته اتفاق افتاده. خیلی ممنونم ازت علی همدانی از مرکز لندن با ما. 10 روز بعد از آغاز ناآرامی‌ها در ایران، از سانسور رسانه‌ها و روزنامه‌ها انتقاد شده. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در بیانیه‌ای از آنچه سیاست‌گذاری محدودیت خبری برای رسانه‌ها به نام توصیه و یا برگزاری جلسات توجیهی خوانده اعتراض کرده. همزمان فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران IFJ گزارش کرده که اعضای خانواده دست کم 10 روزنامه‌نگار رسانه‌های خارج از ایران احضار و تهدید شدند. فرنوش امیرشاهی در گزارشش نگاهی انداخته به سانسور رسانه‌ها در یک هفته گذشته. کسته و دهان بسته از اون کاری ساخته نیست. نشکنیم قلم‌ها را به بهانه‌های واهی. این صحبت‌های حسن روحانی در جمع اهالی رسانه است 3 سال قبل. امنیت امروز برای ما اصل است، اما فکر نکنید تنها با تفنگ امنیت ساخته می شود
و یا حفظ می شود. اما در اعتراض‌های اخیر دست روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها هم مثل اینترنت بسته بود و تفنگ‌ها به روی معترضان نشانه رفته بود. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران در بیانیه‌ای از اعمال محدودیت بر رسانه‌های رسمی به نام توصیه به آنها و برگزاری جلسه‌های توجیهی خبر داده بود. روزنامه همشهری هم در گزارشی با تیتر رسانه ها خالی از صدای مردم، پوشش خبری 10 روزنامه اصلی در طول 1 هفته اعتراض ها را بررسی کرده و نوشته هیچ کدام از این روزنامه ها عکسی اختصاصی از اعتراضات مردمی نداشتند. اگر تصویری بوده تنها مربوط به آتش زدن اتوبوس و بانک و با محوریت اغتشاش و آشوب بود. هیچ خبرنگاری به مناطقی که بیشترین تجمعات رو داشته برای تهیه گزارش نرفته. بسم الله الرحمن الرحیم. به جز این حتی رادیو تلویزیون رسمی هم چندان مجاز به گزارش آنچه که معترضان میگفتند و میخواستند نبود. در موضوعات حساس مردم بلافاصله در تلویزیون دنبال اصل خبر می‌گردند، ولی رسانه ملی گاه مجوز پوشش بلافاصله خبر را ندارد، به خصوص وقتی بوی تجمع و تظاهرات اعتراض‌آمیز می‌دهد. در چنین شرایطی رسانه‌ها و خبرگزاری‌های رسمی صدای مردم نبودند. حتی طرح‌های کارتونیست‌ها هم مثل این دو مورد به تیغ سانسور گرفتار شدند و سر از شبکه‌های اجتماعی درآوردند. این کارتون هم جایی در روزنامه‌ها نداشت. هرچند در مقابل بعضی روزنامه‌نگاران از نحوه کار رسانه‌ها دفاع کردند. می‌گویند با وجود محدودیت‌های سنگین بر سر رسانه‌ها تلاش کردند سانسور، توقیف و بازداشت را دور بزنند. شاید امکانات نداشتیم و بنیه روزنامه‌نگاری ما ضعیف بود. و البته رد نمی‌کنیم که شاید خود سانسوری بر ما غلبه کرد، اما منفعل نبودیم. در دل آنقدر کلمه‌ها و جمله‌ها را جابجا کردیم و خون دل خوردیم تا باشیم و بنویسیم. اما مدیر مسئول روزنامه شرق نظر دیگری دارد. ما رسانه‌های داخلیمون رو از در حقیقت هستی ساقط کردیم و از خاصیت انداختیم و بعدم میگیم که خب حالا چرا مردم نظرشون و جهتشون سمت رسانه‌های برون مرزیه. سرخط خبرها، ادامه فضای امنیتی در ایران. در شرایط حبس رسانه‌ها و قطع اینترنت، رسانه‌های خارج از ایران بیشتر دیده شدند، ولی این دیده شدن بی هزینه نبود. فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران در بیانیه اعلام کرده که دست کم 10 نفر از روزنامه‌نگاران رسانه‌های خارج از ایران به آنها گفتند خانواده‌هایشان احضار و یا تهدید شدند. در یک مورد یکی از اعضای خانواده آنها در خیابان بازداشت شده. جریان غالبی در بین حاکمیت هست که تحلیل درستی نسبت به وضعیت رسانه ها و کلن گردش آزادی اطلاعات در کشور نداره و همین جریان در همه زمانها تلاش کرده که جریان اطلاع رسانی رو در کشور مسدود کند. اعتراض‌های فراگیر به تدریج جمع شد، اما این بار خبری از فراگیری فعالیت رسانه‌های داخل ایران نبود. حاکمیت با استفاده از تجربه‌های قبلی برای مهار رسانه‌ها شمشیر را از رو بسته بود. با این وجود هیچ کدام از اقدامات محدودکننده خبر را حبس نکرد. فرنوش امیرشاهی، BBC. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در صفحه فارسی حساب خود در توییتر به وقایع ایران واکنش نشان داده. آقای نتانیاهو به نقل از فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا گفته رژیم ایران یک حمله دیگر تجهیزی کرده. او همچنین با اشاره به سرکوب معترضان در ایران نوشته که رژیم ایران فقط به همسایگان خود و یا ما حمله نمی کند، بلکه به مردم خود نیز حمله می کند. آقای نتانیاهو همچنین از همه کشورهای جهان خواسته برای افزایش فشار علیه حکومت ایران متحد شوند.
با وجود اعلام سازمان برنامه و بودجه درباره واریز یارانه معیشتی به حساب مردم، خبرگزاری‌های ایران می‌گویند این پول به حساب بسیاری واریز نشده. به گفته سازمان برنامه و بودجه، این یارانه قرار بود در سه مرحله تا دیروز به حساب 60 میلیون نفر شامل 18 میلیون خانوار واریز شود. همزمان وزارت رفاه ایران از بروز اختلال در شماره‌گیری کد دستوری طرح معیشتی خبر داده و گفته که این اختلال به زودی برطرف می‌شود. دادگاه انقلاب سامر رجبی و عبدالرضا کوهپایه، دو فعال بازداشتی محیط زیست، را به ترتیب به 4 و 6 سال زندان محکوم کرده. سه روز پیش نیز احکام 6 فعال دیگر محیط زیستی اعلام شده بود که هر یک به 6 تا 10 سال زندان محکوم شدند. به گفته مقام‌های قضایی ایران، این احکام قابل تجدید نظر هستند. اتهام این فعالان محیط زیست همکاری با دولت‌های متخاصم عنوان شده. با ادامه اعتراضات در عراق، مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا در سفری غیرمنتظره به آن کشور رفته. او ضمن دیدار با رهبران کرد بر حمایت واشنگتن از آنها تاکید کرده. آقای پنس به خبرنگاران گفته عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در گفتگوی تلفنی به او اطمینان داده تا در برابر معترضان از خشونت و هر شکل از سرکوب که هم اکنون در ایران شاهدش هستیم پرهیز کند. گفته می شود آقای پنس از نخست وزیر عراق خواسته از ایران فاصله بگیرد. همزمان منابع خبری در جنوب عراق از کشته شدن دست کم 6 نفر و مجروح شدن 50 نفر در جریان اعتراضات ضد دولتی در شهرهای ناصریه، کربلا و بندر ام قصر خبر دادند. یک منبع گروه طالبان به بی بی سی گفته تلاش‌ها برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا آغاز شده. این مذاکرات حدود 1 سال پیش آغاز شده بود، اما 3 ماه قبل از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا متوقف شد. آقای ترامپ چند روز پیش گفت که روی یک توافق با طالبان کار می‌کند. همکارم علی حسینی از کابل با ماست. علی، چی شد که این احتمال مطرح شده که دوباره گفتگوها از سر گرفته بشه؟ ببینید، همون 3 ماه پیشم که دونالد ترامپ متوقف کرد این گفتگوها و مذاکرات صلح، زمزمه هایی بود که به طور کامل قطع نخواهد شد، دوباره از سر گرفته میشه. حالا 1-2 هفته قبل هم که تبادل زندانی صورت گرفت افغانستان و در نتیجه آن 2 نفر از استادان دانشگاه آمریکایی افغانستان که یکیش آمریکایی بود و دیگری استرالیایی آزاد شد، بحث از سرگیری مذاکرات باز جدی‌تر شد. حالا گفته میشه که این منبع گروه طالبان به بی بی سی گفته که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای مذاکرات صلح افغانستان، به قطر رفته و با نمایندگان طالبان در دفتر سیاسی این گروه در قطر دیدار و گفتگو داشته که به احتمال خیلی زیاد موضوع از سرگیری مذاکرات میتونه یکی از موضوعات دیدار باشه. در عین حال همونطوری گفتی، دونالد ترامپ گفته که روی یک توافقنامه بین ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان کار میکنن. حالا ببینیم که چه میشه، باید منتظر ببینیم که این چه میشود، دونالد ترامپ منتج میشه به یک مذاکرات از سرگیری یا خیر، که احتمالش خیلی زیاد است. سنای آمریکا هم علی گفته که یک طرحی درست کرده برای اینکه نظارت کنه بر روند صلح افغانستان. بله، در این طرح که 2 نفر از سناتوران ارشد سنا مطرح کردن و پیشنهاد کردن، یک طرح فراحزبی است، چندین مورد پیشنهاد شده، از جمله اینکه این روند مذاکرات صلح بین ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان تحت نظارت مجلس سنا قرار بگیره، و همچنین آمده که از توافق صلح با طالبان پشتیبانی بشه، اما توافق صلحی که منتج بشه و منجر بشه به پایان چند دهه منازعات و همچنین جنگ فعلی در افغانستان، از دستاوردهای 18 ساله افغانستان هم حمایت بشه. وزارت وزیر خارجه آمریکا هم باید هر مدت تامین بعد از اینکه توافقنامه صورت گرفت تایید کنه که پایبندی 2 طرف صورت گرفته. همچنین ایالات متحده آمریکا این توافقنامه را بعد از 2 ماه که عملی شد دوباره بررسی میکنه و گروه طالبان و شبکه حقانی هم باید به درستی نشان بدن که قطع کردن روابطشان را با شبکه القاعده و همچنین در نهایت آمده که توافق بین الافغانی باید عملی بشه و آیا اینکه آتش بس از طرف 2 طرف ها رعایت شده یا خیر. این مواردی است که در این طرح که توسط 2 سناتور ارشد مجلس سنای آمریکا تایید شده مطرح شدند. خیلی ممنونم از علی حسینی، خبرنگار ما از کابل با ما.
در خبر دیگری از افغانستان، رئیس کمیسیون انتخابات خواستار همکاری حکومت برای حل معضل بازشماری آرا در 7 ولایت شده. حوا علم نورستانی گفته که کمیسیون انتخابات برای جلوگیری از خشونت‌های احتمالی در بازشماری آرا محتاطانه عمل می‌کند. در همین حال اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع افغانستان، وعده بی‌طرفی در موضوع انتخابات را داده، اما گفته نیروهای امنیتی اجازه نخواهند داد اختلافات در مورد مسائل انتخاباتی به خشونت کشیده شود. نسرین نوا از کابل گزارش می‌دهد. آخرین مراحل بازشماری آرا برای اعلام نتایج ابتدایی انتخابات. کمیسیون انتخابات می‌گوید کار در اکثر محلات قابل بررسی تکمیل شده و تاکنون آرای بیش از 1100 محل رأی پس از بازشماری باطل اعلام شده. دست کم آرای 25 ولایت پس از تفتیش و بازشماری به دفتر مرکزی کمیسیون منتقل شده و حالا ثبت بانک اطلاعاتی کمیسیون میشه. تقریبا بیشترین آرای انتخاب بود. اما خبری از بیش از 1300 محل رای دهی که شامل 7 ولایت میشه هنوز نیست، به دلیل اعتراض‌های جاری از سوی برخی ستادهای انتخاباتی از این روند. خیمه اعتراض در تخار. تلاش‌های گوناگون معترضان برای مسدود کردن ورودی کمیسیون. حدود 2 هفته است که این مخالفت‌ها در 7 ولایت کار بازشماری را با تأخیر مواجه کرده. هواخوان تیم ثبات و همگرایی هیچ موردی را حریف این اعتراض‌ها نمی‌دانند. اگر نیروهای امنیتی بخواهند که با توسل به زور بکنند و خیمه تحصن ما را ببردارند، تمامی گزینه‌ها زیر روی دست ماست. ما هیچ وقت و به هیچ صورت اجازه نخواهیم داد. امشب هم پلان داشتند که از قوه زور، توپ، تانک، قطعات خاص بر علیه از اینا بیان اقدام بکنند. خوشبختانه مردم استقامت کردند. حالا کمیسیون انتخابات برای رفع این مشکل و اعلام هرچه زودتر نتایج از حکومت تقاضای کمک کرده. ارگانه امنیتی هم باید به حفظ استقلالیت خود با از پروسی انتخابات باید حمایت بکنن و تمام ولایتی که باقی مانده با شماری باید اونجا انجام شوه تا ما بتانیم نتیجه ابتدایی را بر مردم افغانستان اعلام کنیم. خشونت به هیچ وجه. وزارت دفاع از وقوع خشونت در این روند هشدار داده. به هیچ خشونت، به هیچ نوش که زندگی مردم افغانستان مختل بسازه اجازه نمیده. با وجود این هشدارها تاکنون نیروهای امنیتی دخالتی در این روند نداشتند، اما ظاهراً کمیسیون حالا 2 راه حل دارد: اعلام نتایج ابتدایی بدون بازشماری آرای بیش از 1300 محل یا مقاومت در برابر معترضان برای ادامه بازشماری در 7 ولایت. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. ممنون که با بی بی سی فارسی همراه هستید.